من حسین مهری هستم و برنامه برگی از تاریخ رو اجرا می کنم. برگی از تاریخ در حقیقت برنامه است پیرامون بخش هایی از تاریخ که با دقت و با صراحت و بر اساس اسناد و مدارک مطرح می شود. در این برنامه در حضور آقای محمد امینی هستیم. هر بار ایشان در ابتدای برنامه معمولا یک سند تاریخی هم همراه دارند. امروز این سند رو برای شما میخوانم. اجازه بدید قبلا سلام عرض کنم خدمت شما. آقای امینی درود بر شما. درود بر شما و همچنین درود بر بینندگان ارجمند تلویزیون اندیشه و همه کسانی که این برنامه رو نگاه میکنند. حالتون خوبه انشالله؟ سپاسگزار شما هستم. مسافر که نیستی؟ نه خیر، از مسافرت بازگشتم. برای این عید بوقلمون رفته بودم به واشنگتن. خوب ایام مبارک شکرگزاری در آمریکاست. این سندی که آقای امینی امروز به همراه داشتن به بنده دادن که برای شنوندگان عزیز بینندگان گرامی بخوانم. نامه ایست از صادق هدایت به مقام محترم وزارت جلیله تاریخش مهمه معارف و اوقاف صنایع مستظرفه دامت شوکتو 14 آذر ماه 1312، یعنی اگه امروز 13 82 سال پیش 13 امروز 13 آذر باشه، فردا 82 سالگرد این نام است. این جانب صادق هدایت در سال 1310 از وزارت جلیله معارف تقاضای که همون وزارت فرهنگ باشه تقاضای اجازه طبع کتابی موسوم به اوسانه در اشعار و ترانه های عامیانه و کتابی موسوم به نیرنگستان در عقاید و اعتقادات عوام را نمودم و به موجب مرقومه نمرهشو نمیخونم دیگه، آن وزارتخانه و ورقه رسید کابینه دولت بله که حضوراً ارائه میشود بعد از قرائت دو کتاب مذکور. شاید هم کابینه اینجا پوشه بوده، میتونه کابینه به این معنا باشه. بله اشعار شده است. بله که طب در اونجا اشعار شده که طب مانعی نداره. آه بله. اینه که کتاب نیرنگستان به تب رسیده. نیرنگستان به برای شما چاپش کردین؟ نه بله، من آمده بودم به خارج، چند کار رو از صادق هدایت و از کسروی هزینه گذاشتم و انتشاراتی داشتم به نام ایران زمین، اینها رو به چاپ رسوندم، از جمله نیرنگستان و چند کتاب دیگه هدایت که به نظر من کتاب های جاتوب مرواری رو و کتاب های دیگری رو، از جمله حاجی بابای اصفهانی رو، کار جیمز موریه رو. حالا این البته نیرنگستان رو وقتی به چاپ رسوندم، پشت جلد رو هم اردشیر مؤسس یادش بخیر، اون زمان من میزبانش بودم، در منزل من بود در اینجا، او در واقع طراحی خیلی قشنگی کرد. شاید هم چند نسخه هنوز ازش باقی مونده باشه، یک نسخهشو خدمتتون میارم. خیلی ممنون. در این هفته که شما برنامه سخنرانی مانند دارید یا قرار است با شما آقای میلانی صحبت بکنه، میارم براتون. بله کتاب بسیار بسیار جالبی است. کارهای صادق هدایت کارهای پژوهشی و در این حال نقد به فرهنگ چیره در جامعه ایران در اون هنگام بوده و خیلی اصرار داشته که ما بشناسیم، پالایش بدیم این جنبه‌های فرهنگی رو. ده. خیلی ممنون. به صورت اینه که کتاب نیرنگستان به طب رسیده و مقداری از آن هم توزیع و منتشر گردیده، اداره جلیله نظمیه به دستور وزارت جلیله معارف بقیه کتب را توقیف نمودند. متمنی است دو نسخه کتاب مزبور را که حسب الرسم به کتابخانه محترم معارف تقدیم شده است مقرر فرمایید قرائت نموده، چنانچه محتاج به اصلاح باشد تصحیح نموده، اجازه انتشار آن را صادر فرمایند. با تقدیم احترامات
صادق هدایت از سال 12 احتمالاً این کتاب رو خوندن و چاپ کرده از چاپ دادن. بعد خب یک تعدادی از اینهایی که آخوند مسلک بودن، چه آخوندهایی که عمامه‌ای بودن، چه آخوندهای بی عمامه، اینها در واقع خواستن جلوی کتاب رو بگیرن. این دورانی هم هست که دوران پایان کار، یک سال پایان کار مخبر سلطنه هدایت، او نخست وزیر بوده، آدم بسیار متعصبی در زمینهای دینی بوده و خب این کتاب خوشایند کسانی که دیندار هستند یا پایبندی های خیلی تندی یا استواری به دین دارند، این کتاب ها باب اونها نیست و اینکه جلوی کتاب رو گرفتن و مانند برخی دیگر از کتاب های هدایت که بارها مخفی چاپ شد یا آمد و مثلا توپ مروارید اون رو اصلا با اسم مستعار چاپ کرد، هادی صداقت، اون به اسم صادق هدایت نبود، اون رو به اسم هادی صداقت چاپ کرد. بله، ولی شاهکارش از این نظری که واقعا جا داره بارها و بارها به چاپ برسه، اون کاروان اسلام. بله، اون البته اسم فارسیش کاروان اسلام گذاشته، اون یه اسم خیلی مفصلی داره، بعثت الاسلامیه فی بلاد الافرنجیه. بله، اونم داری شما؟ من اونم چاپ کردم. بله، اون رو به تازگی یکی از دوستان دانشپژوه در اروپا به چاپ رسانده با زیرنویسی هایی و کار جالبی هم کرده و ولی هنوز احتیاج به کار داره. از اون کتاب هایی که من خیلی دلم بخواد مورد بررسی قرار بدم و چاپ کنم، ولی یعنی مثل کار کسروی رو باشه انجام بدم، ولی بسیار بسیار جالب هست. پدر من که خب بر روک بیشتر از وسط به سوی مذهب بود، خیلی این کتاب رو میپسندید و همه سفارش میکرد، میگفت بهترین کاری است که چاپ کردی، برای این با خرافات آخوندی و این آدمهایی که این نوع حرفا رو میزنن ستیزه حسابی میکنن. خیلی قشنگه، کوتاه هم از کتاب جزوه، شاید بیشتر از 24 برگ نباشه. آقای امینی، امروز 13 هم آذره، فردا 14 هم آذر، 14 هم آذر سال روز تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی، رفتن کلاه گشاد در سر محملت ایران. بله، حضورتون عرض کنم که بد نیست که امروز به همین مناسبت درباره، یعنی در حقیقت برای بحث پیرامون این که در جمهوری اسلامی چه نوع قانون اساسی است و قانون اساسی مشروطه چه خصوصیت هایی داشته صحبت بفرمایید. اولین سوال من اینه آقای ببخشید، خواهش کنم، این است که چگونه است که بعد از 70-80 سال اون قانون اساسی درخشان و تقریبا مدرن در اون زمان تبدیل شده به قانون اساسی که صفحه اولش همه شرعیاته و لا اله الا الله شروع میشه. این نکته رو اگر اجازه بدید یک توضیح کوتاهی میدم، ولی بحثی است بسیار پیچیده و ارزشمند و گرفتاری تنها ایران هم نیست. شما نگاه کنید به این واقعیت که زمانی که برای آزادی و مشروطه در ایران کوشش میشد، یکی از مهمترین روزنامه های هوادار آزادی و مشروطه در قاهره چاپ میشد. زمانی قاهره و سیدا در لبنان، جایی که امروز شینشین حزب الله است، اینها کانون های روشن فکری زمان خودشون به شمار میامد. دمشق یکی از پایگاه‌های فکر تازه در میان مسلمانان بود، همین تهران و تبریز خود ما هم به همین گونه. چرا؟ چون در اون هنگام اینها کشورهایی بودند که به راستی جامعه شهری اونها از گزند جامعه روستایی به دور مانده بود و اصلا جامعه عشیره‌ای روستایی بیرون از این محدوده شهرها زندگی میکرد. شهرهای مانند تهران و تبریز و شاید اصفهان و یکی دو شهر دیگر، اینها جزیره هایی بودند در این سرزمین پهناور ایران، یا قاهره یه جزیره بود در این کشور پهناور مصر، سیدا و همچنین که در اونجا نخستین کارهای کسروی در سیدا منتشر شد به عربی. حتی تاریخ 18 ساله آذربایجان رو کسروی نخست به عربی نوشت و در سیدا پاورقی روزنامه الارفان بود. همه این کشورها دگرگون شدند. شما نگاه کنی در مصر وقتی بهار آزادی آمد، رفتن رأی دادن، اخبار المسلمین را آوردن سر کار و بعد مردم با شور و شوق رفتن یک ارتشی را آوردن که بدتر از ارتشی پیشین بود، او را آوردن جایگزین
اخوان المسلمین کردن. امروز نگاه کنید به سوریه، درسته که در دمشق یک دولت بسیار خودکامه و خونریز چیره است، مانند دولت صدام حسین، دولت پدر و پسر اسد، ولی اونهایی که باش مخالفن بعضیشون آدم خورن، مثل همین داعشی ها و نصره و دیگران. نگاه کنید به عراق، بغدادی که موقع یه زمانی خیلی جلوتر از حتی تهران بوده، یعنی قمرالملوک وزیری برای اینکه نخستین صفحه خودشو بیرون بده بغداد میرفته ضبط میکرده، و برای اینکه نداشتیم این امکانات رو، در هواپیما به بغداد میامده، هواپیما هنوز به ایران نمیامده، از تهران با وسیله میرفتن به بغداد، از بغداد پرواز میکردن. اینها تبدیل شده به سرزمین هایی که امروز واقعا سرزمین های واپس مانده است. خود کشور ما هم حالا به شکل دیگری اینگونه شد. اون شهری که درش مستشار دوله معروف تبریزی ازش برخواسته بود، یا شهری که تقی‌زاده ازش در تبریز برخواسته بود و کسروی برخواسته بود، خب در این حال در پیرامونش همونگونه به زندگی کسروی نگاه میکنیم، آدم های واپس مانده خرافی میزیستن. تهران اگر از اون محدوده تهران روشنفکری و روی هم رفته جلوتر از دیگر جاها میگذشتیم، بقیه شهرهای ایران جز بخشای کوچکی سرزمین های بسیار عقب مانده ای بوده. اگر مجلس شورای ملی، مجلس اول، به راستی به آراء عمومی رجوع میکرد، این قانون اساسی که امروز دربارش سخن میگوییم بر نمی آمد، چه بسا همین قانون اسلامی در می آمد، شاید هم بدتر از این. چون راستی این است که با اینکه این کشورها مانند ایران، مصر، ترکیه، حالا ترکیه از همه جلوتر، پاکستان، عراق، سوریه، همه این کشورها فرماسیون های حکومتی سکولار پذیرفتند و قوانین سکولار، حالا در مورد پاکستان به تقلید از انگلستان، در مورد دیگر کشورها تحت تأثیر شاید عثمانی و شاید تحت تأثیر اروپا، مال ما قوانین بسیار پیشرفته و مدرنی رو پذیرفتند و یا مدل های فرمان روایی اونها کمیابیش اروپایی شده بود و یا زندگی اروپایی رفته رفته چیره شده بود در میان شهرنشینان. راستی این است که به قول زنده یاد نادرپور وقتی در مورد تاریخ ایران صحبت میکرد و میگفت این گنجینه ادب فارسی است، میگفت ولی مردم ایران، توده مردم از این گنجینه توشه چندانی بر نداشتند، یعنی ریزش نکرده. ویژگی پیشرفت در اروپا در این است که هنگامی که در بالا اندیشه های نو پا میگرفت، به دلیل دانش و برخی از آزادی ها همگانی میشد، ریزش میکرد. همین فناوری نو رو که نگاه میکنید ریزش میکنه و همه امروز با این فناوری نو، با اینترنت آشنا هستند. در این کشورها نبوده این امکان و متاسفانه این جوامع عقب موندند، یعنی اون جامعه‌ای که قانون اساسی مشروطه رو تصویب کرد با این جامعه‌ای که انقلاب 57 رو نه تنها رهبری کرد یا رهبری رو پذیرفت، بلکه بسیاری از روشنفکرانش رفتن پشت بام که چهره امام رو در ماه ببینند، متفاوت بود. من به یکی از دوستانم که مهندس درس خوانده اروپا رفتم بود گفتم، داشت روزی میداد که بله رفتیم ببینیم چه خبره. گفتم شما پای نخست رو که تو اولین پله پشت بام گذاشتید نشان میداد که شما از نقطه نظر آموزش فکری واپس مانده بودید، مدرن نبودید. انسانی که تصور کنه که چهره یک آخوند رو میتواند در ماه ببینه. روشنفکر مشهوری بود، حالا درس خوانده بود، روشنفکر نبود، مهندس درس خوانده بود. خب واقعیت این است که زمینه و زمانه تصویب قانون اساسی دگرگون شد و مردمی که به ویژه شهرنشینانی که در اون هنگام حتی از مصدق پشتیبانی میکردن یا درگیر در درگیری های مصدق و دربار و گروه های دیگر بودن، با این گروهی که بعدها شهرهای ایران رو گرفت، یا امروز نگاه میکنید به مصر، کشوری است که مردم درگیر سیاست پیشرفته نیستند، مردم میخوان زندگیشون رو بکنن. همین ترکیه، همین ترکیه از آتاتورک آمد و الان آقای اردوان رو آورده که این آدم رو اگه دستشو باز بگذارن یک مسلمانی مسلمانه.
و بعدش هم نمیاد که یک همکاری هایی با داعشی ها بکنه برای نفت، و اگر بتوانه حجاب رو دوباره برمیگردونه. میدونید این زورش فعلا نمیرسه، بنابراین این شگفتی نداره. ما یک دور مدرنیته رو در ایران گذراندیم. من بارها این رو در سخنرانی ها و در برنامه ها گفتم، متاسفانه عصر روشنگری در پیش درآمد این دوران مدرنیته ایران نبود، آنگونه که در اروپا 200 سال 140-150 سال ما دوره مدرنیته روشنگری داشتیم، در همین پایدار نبود. امروز ما با این نسل جوان ایران، با عصر روشنگری ایران روبرو هستیم، چون موضوع قانون اساسی است و به این گرفتاری های قانون اساسی میخوام بپردازیم. بدم نمیاد، چون گفتم نسل جوان ایران دیروز یک ترانه‌سرای بسیار بسیار روشنبین و روشنفکر رو دستگیر کردند. کارهای ارزشمندی در گذشته کرده بود، ولی این کار تازه یغما گلرویی، این کار تازه ایشان که در مورد زنان هست، این مایه دستگیری شده. من از خانم کارگردان برنامه تقاضا میکنم که اگر میتوانند، تنها نه برای اینکه مردمی رو شاید دیده باشن، به احترام این انسانی که امروز در زندان هست و تنها جرمش هم این بوده که ترانه میسروده و این ترانه زیبا رو برای زنان ایران ساخته، این رو اگر ممکنه پخش کنید. بله با نسل پر فریادی دستامونو به هم دادیم، قرقه خونیم اما میدونیم آخر قصه آزادیم، قرقه خونیم اما میدونیم آخر قصه آزادیم، آخر قصه آزادیم. بله بله، آخر کار، بله آخر این قصه‌ای که امروز در کشور ما میشه. شما معتقدی اصلا راهی جز این نیست؟ اصلا راهی جز این نیست، یعنی همون عبارت معروف بیهقی، بنای ظلم نماناد. خب ببینید جناب مهری، در مورد این دو قانون اساسی در واقع از من پرسیدید و من مخصوصا هر دو قانون رو چاپ کردم، البته بخشهایی از قانون اساسی جمهوری اسلامی رو، چون کتاب شرعیاته خیلی مفصله و فقط میخوام این نمونامشو بدین. ببینید بنیاد و گوهر قانون اساسی مشروطه چیست؟ حق حاکمیت ملی. این گوهر انقلاب مشروطه و قانون اساسی است. قوای مملکت ناشی از ملت است. این گوهر انقلاب مشروطه است. اولش یعنی گفته همه چیز یعنی این که مجلس شورای ملی نماینده اصل دوم قانون اساسی، اصل نخست فقط گفته ما که این رو تصویب کردیم، اصل دوم مجلس شورای ملی نماینده قاطبه اهالی مملکت ایران است که در امور معاشی و سیاسی وطن خود مشارکت دارند. ببینید یک دوران درازی رو کشور ما پشت سر گذارده بوده که ما ملت نبودیم، ما امت بودیم و رعیت، برای رهبران دینی امت اسلام به شمار می آمدیم و برای پادشاهان و امیران و حاکمان رعیت اونها بودیم. ملت برخواسته و گفته نه ما ملتیم، ما حق داریم، ما مجلسی می خواهیم که این مجلس نماینده اراده ما باشه. هم قصه این، هم قصه این گوهر قانون اساسی مشروط است و در گوش و کنار قانون اساسی، حتی اونجاهایی که اندکی گرد شرعی بر قانون اساسی پاچیده شده، چون میدانیم که تحت شرایط اون زمان به هر روی ناگزیر بودند، فضای جامعه بوده، باور خیلی ها بوده، این در قوانین اساسی کشورهای دیگر هم وجود داره، در اعلامیه استقلال آمریکا هم وجود داره، به خدا مربوط میکنه خیلی آزادی ها رو، ولی به هر روی گوهر موضوع این که از کجا میآید به آزادی مربوط میشود، یا اون جمله معروف منتسب به ابو سعید ابوالخیر که خدایت آزاد آفرید آزاد زی، که خیلی به نظر من جمله زیبایی است، حتی برای کسانی که به خدا هم باور ندارند دست کم بند دومش درسته. خب شما نگاه کنید در بخش این قانون اساسی و به ویژه در متمم قانون اساسی، این که فرمودید اصل 26مه که قوای مملکت رو روشن میکنه، میگوید قوای مملکت ناشی از ملت است، طریقی استعمال آن قوا را قانون اساسی معین می نماید.
حتی اون جایی که به مسئله حقوق پادشاه میرسه. فراموش نکنید این قانون زمانی نوشته شده که ما در دوران از خود قانون اساسی در زمان مظفرالدین شاه، این بخش متمم در زمان محمد علی شاه، سنت خودکامگی هزار ساله در ایران وجود داره، شاید هم بیشتر، سنت پادشاهی چندین هزار ساله در ایران وجود داره. مردم دارای این حقوق نیستند، حتی ما اون سنت دموکراسی نیمچه حالا دموکراسی رو که در یونان وجود می داشته، دموکراسی شهری رو، اون رو هم در ایران نداشتیم به طور کلی. با این توجه، با این با وجود این باید گفت وقتی که می خواهند حقوق پادشاه رو تعیین کنند، پادشاهی که می گفته من ذل الله هستم، من خداوند من رو آورده، شمشیر من رو ازش خداوند، این هم علما پشتیبانی می کنند، آمده و حتی شاه رو این قانون تعیین کرده که کیست. اجازه بدید اول نوعی که نوشته شده بوده بخونم، بعد یک چند واژه‌ای رو محمد علی شاه با خط خودش اضافه کرده و به مجلس پس فرستاده. تنها جایی هم هستش که در این قانون اساسی دست برده، دست برده در متمم. اصلش این بوده نوشته شده، اصل 35، سلطنت ودیعه است که از طرف ملت به شخص پادشاه موفص شده. اولا شما که خب عربیتون داده شد، بله عربیتون خیلی بهتر از من هست، خواهش میدانید که در واژه‌نامه های عرب ودیعه یک امانت مدت دار، یعنی کسی میخواد به سفر بره، یه قالیچه گرانبهای خونش داره، اینو میره میده به دست همسایه، میگه اینو بگذارید یه گوشه‌ای که کسی دوز نبره، وقتی من برگشتم پس میگیرم. میگه آقا این پادشاهی یک امانتی است که ملت به یک شخص پادشاه داده. البته اینجا این تغییر رو محمد علی شاه داد که هیچ تأثیری در مفهوم و معنا و روح این بند ایجاد نمی‌کنه. سلطنت ودیعه است که به موهبت الهی از طرف ملت به شخص پادشاه مفوض شده است. یعنی این واژه موهبت الهی رو اونجا بگذاریم یا نگذاریم، اصل قانون فرق نمی‌کنه. این میزان اراده ملت در مجلس مشروط ایران تا جایی است که وقتی محمد علی شاه مجلس رو به توپ بست و آزادی خواهان آمدند از جنوب و شمال تهران رو گرفتند و او فرار کرد، رفت به زرگنده به سفارت روس، در سفارت روس بود که او رو عزل کردند. مجلسی که به جای مجلس نشسته بود، مجلس انقلابی، شورای بزرگی 500 نفری، اونها آمدند و رأی دادند به عزل محمد علی شاه. یعنی مجلس برای خودش این اعتبار قائل بود که پادشاهی رو از کسی که به قانون اساسی خیانت کرده بگیره و گرفت و پادشاهی رو به پسر خردسال او داد که باید نایب السلطنه می داشت، چون یعنی امانت رو پس گرفت. امانت رو پس گرفت. خب این واقعیت این است که حتی در همون دوران مجلس مؤسسانی که به وجود آمد، آمدن اصل 36 رو عوض کردن که پادشاهی رو در خاندان قاجار، اصل 36 و 38 و غیره رو، اینها رو تغییر دادن. بنابراین اگر شما به گوهره قانون اساسی دوران مشروطه و قانون اساسی در دوران پهلوی هم وجود می داشته، با همه تجاوزهایی که به این قانون اساسی شده، همه جایی که پایمال شده بگذاریم، گوهر قانون اساسی مشروطه در توانا کردن ملت، در این است که در اصل نیست که در دموکراسی های غربی هم وجود داره، اصالت ملت، که مشروعیت دولت و تمام قوای اداره کشور از ملت برمیخیزه، از رأی مردم برمیخیزه. این گوهر قانون اساسی است. گوهر قانون اساسی جمهوری اسلامی چیست؟ از اصل دوم این گونه آغاز می شود. جمهوری اسلامی نظامی است بر پایه ایمان به یک خدا یکتا، لا اله الا الله، و اختصاص حاکمیت و تشریع به او و لزوم تسلیل در برابر امر او. دو، وحی الهی و نقش بنیادیان در بیان قوانین. وحی الهی چیست؟ کتاب مقدس قرآن است و اونهایی است که آخوندها تفسیر میکنن ازش، که ما برداشتمان از این اصل، از این آیه چنین، از شأن نزولش چنین بوده، از این حرفایی که میزنن. معاد، ببینید اصلا قانون اساسی چه ربطی به این مسائل معاد داره؟
عدل خدا در خلقت و تشریع. 5 امامت و رهبری مستمر و نقش اساسیان در تداوم انقلاب اسلامی. 6 کرامت. آخه کرامت که در قانون گذاری به کار گرفته نمیشه. شما که اخلاق رو نمیتوانید قانونی بکنید، مفهوم کنید در قانون، معنیش مشخص نیست. هیچ کدوم اصلا اخلاق هم معنیش مشخص نیست. شما میتوانید، شما پیامدهای رفتار اخلاقی رو میتوانید قانونی کنید. مثلا شما نمیتوانید بگویید که کسی که به زن همسایه نگاه میکنه از نظر اخلاقی کار درستی نمیکنه، بنابراین اون باید دستگیر کرد. خیر، اگر کاری نکنه، اگر رفت و خواست به زن همسایه تجاوز بکنه، به موجب قانون اون رو میتوان دستگیر کرد و محاکمه کرد و محکوم کرد. ولی به جرم این که در کله او چه میگذره، اخلاق بدی دارد یا در خانه داد میزند، که افراد نمیشه دستگیر کرد. اجتهاد مستمر فقهای جامع الشرایط بر اساس کتاب و سنت معصومین سلام الله علیهم اجمعین و همینطور چیزهای از این دست. خب ببینید، قانون اساسی، مجلس شورای ملی در قانون اساسی، آقای امینی، این دوتا قانون اساسی به نظر میادش که روی دوتا ریل جداگانه حرکت میکنن. به نظر من فقط دوتا ریل نیست، اصلا در دو سپهر گوناگون هستن. یعنی یکی در دنیای زمینی است و میخواهد از راه های زمینی رستگاری این زمینی برای مردم به دست بیاورد. آن یکی آمده آن دستورهای رستگاری آن جهانی رو که در منبر میداد میگفتن، در مسجد میگفتن، رستگاری موهوم، اون رو آمده و میخواهد در این دنیا اجرا بکنه و این رو کرده قانون. ببینید، در قانون اساسی مشروطه مجلس شورای ملی نماینده قاطبه اهالی مملکت ایران است که در امور معاشی و سیاسی وطن خود شرکت دارند. یک قانون زمینی است. شهروندان در امور معاشی و سیاسی کشور خودشون شرکت دارند. ملت، وطن و ملت، این ملت از راه مجلس در سرنوشت وطنش، میهنش درگیر هست. مجلس چه قدرتی داشت؟ در حالی که در اصل هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ملت نمره‌ای نیست، شماره‌ای نیست. طبق دستور قرآن کریم و امرهم شورا بینهم و شاورهم فی الامر، مجلس شورای ملی و شوراهای شهری و استانی تشکیل می شود. یعنی به ملت ربط نداره، این دستور الهی است و چون در فلان آیه قرآن آمده که هیچ پیوندی هم با دنیای امروز نداره، اینها مبنای شکل گرفتن مجلس شورای اسلامی است، در حالی که در اونجا ملت است. ملت وطنی دارد، سرزمینی دارد، خانه و کاشانه ملی دارد، بناست در امور زندگی و سیاسی. زندگی هم خیلی عمومیه، معاشی، یعنی تمام اقتصاد، همه رشته های گوناگونی که به زندگی، گذران زندگی مربوط می شود، و امور سیاسی، ساختارهای به قول کسروی سررشتهداری مملکت، دیوان سالاری کشور، مدیریت کشور، در اینها باید دخالت کنه. از چه راهی؟ از راه فرستادن نمایندگان خود به مجلس شورای ملی. این مدل دموکراسی ها و مدل کشورهای پیشرفته در همه دنیا است، کم یا بیش. این که در جایی تقلب می شود، کسی حق بازی می کند، کسی با پول بیشتر به مجلس بیاد، اصل موضوع رو که مکانیزم اداره کشور از راه فرستادن نمایندگان منتخب ملت به ساختارهای قانونگذاری است و اونها در واقع می آیند و اداره می کنند کشور رو، دست کم قانونگذاری می کنند برای اداره کشور، این رو تغییر نمی ده. اینجا می گوید خیر، ما این مجلس رو نه از اراده ملت، از آیات قرآن کریم برداشتیم، چون قرآن گفته امرهم شورا بینهم و شاورهم فی الامر، که هیچ پیوندی با این مسئله نداره. اصلا اگر شما بروید و این به قول خود اینها شأن نزول این آیه ها رو به قول آخوندها نگاه کنید، ربطی به حق برابر نمایندگان مجلس نداره و نشون نمیده امروز که در این حق نابرابر رهبر میتواند دستور دولتی بفرستد و جلوگیری کند از تصویب قانونی که
حتی مجلس تصویب کرده، یا به قول آیت الله خمینی بگه من تو دهنشون میزنم، خاطرتون هست که تو دهن این دولت میزنم. دولتی که بناست بر پای قانون کشور رو اداره کنه، یک آخوندی میآید و میگوید تو دهان آن میزند. و امروز آقای خامنه ای چنین میکنند. ببینید این حرفایی که زده علیه همین هیئت وزیرانی که رفته مذاکره با غرب کرده چیست؟ گفته این غلطا رو کردید بسه، از این جلوتر دیگه نمیتونید برید، بهبود روابط با غرب و مرب و اینا ما نداریم. حال هر چقدر شما برید در مجلس بحث کنید، در گفتگو رو بسته. چرا؟ چون در قانون اساسی مشروطه اراده ملت بود، اینجا اراده ملت نیست. اینجا حاشیه برم، نقد کسانی مانند مصدق یا فروغی یا بسیار دیگر از حقوقدانان اون زمان، حتی خود تقی‌زاده زنده یاد، کس آخرین اونها زنده یادان بختیار و صدیقی، نقد اونها در این بوده که اداره کنندگان کشور این قانون رو اجرا نمی کنند، و اگر این قانون رو اجرا بکنند کشور می تواند بر اساس دموکراسی اداره شود. امروز باید گفت که نقدی که به اداره کنندگان کشور ما باید داشته باشیم این است که این قانون رو اجرا می کنند. یعنی در اون زمان نقض قانون اتهامی بوده که به گردانندگان کشور زده می شده، در اینجا اجرای قانونه. چون این قانون اگر اجرا بشود، همینیست که میبینیم اصل چهارم، کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی دیگه تموم شده و غیر اینها گفتن شاید یه چیز جا انداخته باشیم، غیر اینها رو آوردن، باید بر اساس موازین اسلامی باشد. و این اصل بر همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است. و کی تعیین میکنه که حاکم است یا نه؟ و تشخیص این شورای نگهبان بر عهده فقهای شورای نگهبان، چون میدونی شورای نگهبان غیر فقیه هم داره. اون غیر فقیهاش که هیچی، اونا اومدن نشستن به هر حال نظری میدن حقوقدانن و نیانن تأثیر نداره. این فقهای شورای نگهبان تمام قوانین رو برش نظارت میکنند. خب احتیاج به این قانون نداشتیم. فقها میتوانستن جمع بشن، اجماع کنند، اجتهاد داشته باشند، فتوا بدن، مردم استفتا کنن، ای فتوا بده، کاری که میکردن در درازای تاریخ بسیاری از چیزها، کشورها چگونه اداره میشده مانند ایران، مردم در امور زندگی روزانه و معاملاتشون سراغ آخون میرفتن، ایشون دستور میداده، در زندگی سیاسی و کارهای اقتصادیشون تابع حاکم بودن که حاکم رو کی میذاشته؟ پادشاه. میامدن و میرفتند. قانون مشروطه آمده و گفته اینطوری نیست و باید طبق قانون کشور اداره بشه، نه بر اساس وضعیت روحی امیر و پادشاه یا دستور فلان حاکم شهر. مردم هنوز هم حق دارن بر پای قانون اساسی مشروطه در امورات شرعیه به آخوند اقتدا کنند. آقای امینی، با این همه تحصیل کرده ها و موج روشنفکری در ایران، چگونه رفتن مردم به این اساسی رأی دادن؟ حتما نخوانده. ببینید فضای بدون سپهر سیاسی اون زمان رو باید نگاه کرد. مردم نقدی که در دوران مشروطه به پادشاه داشتند فقدان قانون بود. به همین دلیل هم اصلا واژه مشروطه که از شاخت فرانسه یا چارت انگلیسی می آید موضوعش قانون بود. و ایرادی که می گرفتند روشن فکران در این بود که خودکامگی پادشاه جلوگیری کرده از اینکه کشور ما هم بتواند به پیشرفت های اروپا برسه. خواننده‌ای که اینجا سراینده و خواننده‌ای که در اینجا برنامه‌اش پخش کردی، بله، این یه عبارتی داره میگه ما پنجره ایم. انقلاب مشروطه این بود، روشن فکران انقلاب مشروطه میخواستن یه پنجره‌ای باز کنند برای کشور ما که ما از این پنجره به دنیای پیشرفته نگاه بکنیم و از در این تنگنا بیرون بیایم با نگاه کردن از این پنجره و کشورمون رو همراه کنیم با این کاروان پیشرفت و توسعه بزرگی که اروپا درگیرش بود. و این پنجره رو با قانون اساسی مشروطه و انقلاب مشروطه گشودند و
و این پنجره رو در برابر مردم قرار دادن که مردم به بیرون نگاه کنن. پیشتر این پنجره بیشتر از سوی رهاوردهایی بود که سفر کنندگان به فرنگ می آوردن. شش دانش آموزی که برای نخستین بار در دوران نایب السلطنه عباس میرزا به فرنگ به انگلستان فرستاده شدند. دسته‌های دیگری که رفتن و بعد سفرهایی که ایرانیان می‌کردند، اروپایی‌هایی که به ایران می‌آمدند، آمدن این رو نهادینه کردند. یک قانون اساسی نوشتند، ساختارهای مدرن ایجاد کردند و همون بیشتر کارهایی هم که در دوران رضا شاه از نقطه نظر ساختاری انجام شد، ادامه اون پروژه‌هایی است که در مجلس اول و دوم و سوم تصویب شده بود، کم یا بیش. اینها چیکار کردند؟ اینها آمدند و از فضای سیاسی اون زمان که مردم نسبت به خود کامگی و فساد به جوش آمده بودند بهره گرفتند. دو نیرو هم بر مردم تأثیر گذاشت، یکی مذهب بود، یکی اندیشه‌های چپ بود. اندیشه‌های چپ اساساً گرفتاری جامعه رو در سرمایه‌داری و وابستگی به امپریالیسم می‌دونست. اینها هم این وابستگی رو در زمین‌های فرهنگی، یعنی می‌گفتن هر چه غربی باشد بد است. البته معالجات غربی و پنسیلین و غیره رو قبول داشتن. دلار غربی اشکالی نداشت، ولی چیزهای پیشرفته اندیشه‌ای غربی غلط بود. اینا به هم پیوست. و خوش متأسفانه دولت هم در این زمینه دیر جنبید. یعنی اگر اون محمد رضا شاه اصلاحات 42 41 42 43 اون ادامه پیدا میکرد، نه مدل دیگری که بر ایران چیره شد، چه بسا ما با این بحران روبرو نبودیم. اما به هر روی روبرو شدیم. من نمیخوام الان بحث ارزیابی از دلایل انقلاب رو بکنم. آنچه که میدانم این است که فضایی که درش این قانون اساسی نوشته شد با فضای انقلاب مشروطه دو فضا و دو سپهر اندیشه‌ای و سیاسی کاملا جدا بود. و امروز است که فرزندان مردمی که رفتند و به این قانون رأی دادند، راه پیمایی کردند و به رفراندوم کردند و 98% به فریاد اعتراضشون، اینها دارند در قامت این جوان و جوانهای از این دست میگویند که ما میخواییم از این تنگنا بیرون بیاییم و آزادی میخواییم. آنچه که در قانون اساسی مشروطه آمده بود، حالا دیگه ما دیگه در قانون اساسی مشروطه هم توقف نخواهیم کرد، برای اینکه در قانون اساسی مشروطه هم کمبودهای زیادی وجود داره. به هر روی گرفتار تنگناهای اون زمان بودیم. امروز که میخواییم به ایران آینده نگاه کنیم، باید اعلامیه جهانی حقوق بشر رو به پیش روی خود بذاریم. و هر قانونی که با اعلامیه جهانی حقوق بشر، با این سی ماده اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق‌ها پیوست‌های اون همخوانی نداره، اون رو نمیتوانیم قانون کشوری بدانیم. ما به اینجای رسیده ایم که از بلای استبداد قاجار به آزادی و دموکراسی به هر روی نیمبند مشروطه رسیدیم و امروز از این خفقان حکومت دینی باید به یک جامعه حقوق بشری برسیم. راه دیگری هم نیست. همین فریادی که در این آواز بود، فریادی که در میان زنان ایران هست، فریادی که در میان کسانی که تنها به دلیل بیان یک نظریه به زندان میفتند و 7 سال از کار محروم میشن، مانند همین ایشان، یا از زندگی محروم میشن، این قانون اساسی راه به جایی نخواهد بود. شما اگر هستن کسانی امروز که تحت عنوان طرفداران اصلاحات، حتی از آدمایی که قبلا ظاهرا چپ بودن، آدمایی که فکر میکنن باید سکولاریسم در ایران بیاید، پافشاری میکنن، تن امروز هم هستن کسانی که به نام جمهوری خواهی پافشاری میکنن که ما خواهان اجرای بی تنازل قانون اساسی هستیم. خب من میفهمم که آقای موسوی این رو مطرح کنه. چرا؟ میگوید با شما اون بند مربوط به ولی فقیه رو میپذیرین، بندهای دیگر رو هم اجرا کنید، شاید توازنی به وجود بیاید. ولی برای کسی که میخواهد یک پیامی رو به جامعه بدهد، مانند این است که در دوران مظفرالدین شاه یا محمد علی شاه به این قانع بشوند که به جای نوشتن قانون اساسی و متمم قانون اساسی، اعلی حضرت اندکی لطف و محبت کنند و فرمانهای خوب صادر کنند. اجرای بی تنازل قانون اساسی هم یعنی قانون رو قبول میکنیم، خوب است رهبر اندکی لطف و محبت داشته باشند، اجازه بدهند که بندهای دیگه این قانون اجرا بشه. آنچه که توجه ندارند در این است،
آنچه که در کشور ما میگذرد قانون اساسی جمهوری اسلامی است، داره اجرا میشود. این زندان کردن ها، دستگیری ها، گرفتن همین جوانی که با چنین ما با روی بله میدونستم اسمش رو، ولی خب شما بگین بهتره. این با این حرارت این ترانه رو درباره حقوق زنان میخوانه و همه چهره ها زن هستن، این رو بر اساس این قوانین دستگیر کردن. این نیست که قانون رو پایمال کردن. این قوانین میگوید که ولی فقیه، شورای فقها، فقهای شورای نگهبان و دستگاه دادگستری که چیزی که در آن نیست داد و گستردن داده است، که یک فقیه در بالای آن نشسته، بر پایه ارزیابی های شرعی از کتاب سنت و سنت معصومین سلام الله علیهم اجمعین تعیین میکنه حقوق مردم چیه. چیزی که در این قانون نیست، در این کتاب شرعیات نیست، آزادی دموکراسی ملت، اصلا ملته. خیلی پوزش میخوام اینجا از همیهنان گرامی که این مثال بسیار بسیار بد رو به کار میبرم، ولی چاره ای ندارم. امیدوارم که اداره سانسور دوستان در اندیشه سراغ ما نیاد، ولی در بین آخوندها اداره سانسور که نداریم. میدونم، شوخی میکنم. آقای کاردان اونجا نشستن گوش میکنن، دارم باشون اندکی شوخی میکنم. بگید یه لحظه تصور کنید، آخوندها میگویند که جنس پارچه نجس رو یا دست نجس رو با آب کر میتوان سه وجب و نیم. اما عین نجاست رو میگوین که به هفت دریا هم نمیتوان شست. عین نجاست رو. این قانون اساسی جمهوری اسلامی اون عینه. این رو نمیتوان با تغییر یک بند دموکراتیزه کرد. قانون اساسی مشروطه چرا؟ قانون اساسی مشروطه دارای بندهای پرشکالی هست، ولی چون روح قانون بر اساس اراده ملت نوشته شده، بر اساس حقوق ملت نوشته شده، بر اساس اصل مالکیت کشور از سوی اهالی مملکت نوشته شده، بندها رو میشه تغییر داد و میشه قانون رو بهتر کرد. حتی در همین دوران انقلاب هم کسانی مثل پدر خود من میگفتن این بند و آن بند رو حذف کنید و همین رو اجرا کنید. گوش شنوایی نبود. ولی کدام اصل قانون اساسی جمهوری اسلامی رو میتوان اصلاح کرد؟ و میگویند که گویا ما به پایان برنامه رسیدیم. البته فکر میکنم هم چند دقیقه، چهار دقیقه مونده. بله ما اون ساعت یه کلم نامه مونده. بله خب پس اینو قطع میکنم. کدوم اصل رو شما اگر اصل دوم رو کنار بگذارید، مثل نخ تسبیح است که این تسبیح پاره میشه، اصل چهارم رو و اصلی که در اون ولی فقیه بر جان و مال و ناموس و همه چیز مردم چیره است و امروز میگویند که اصلا شاید خود یا امام زمان باشه یا بیسیم مخصوص داره با خداوند و دستورها رو از اونجا میگیره، پس به قانون دیگه احتیاج نیست. امر ایشان در واقع باید بر زندگی جامعه چیره باشه. بنابراین اگر بخوام خلاصه کنم و نامها بپردازیم، تفاوت اساسی در این است که در یکی ملت در قانون قرار داره و دیگری دین. یکی قانونی زمینی و دیگری قانونی است آسمانی. ربطی به اداره زمینی جهان نداره. آقای امینی اگه بخوایم به نامه ها جواب بدیم سه دقیقه بیشتر وقت. حالا یکی دوتاشو بخونید یا میخواید؟ باش چشم. آقای مهری گرامی، دو درخواست برای آقای امینی فرستادم که پاسخ ندادند. خواهشمندم با ایشان در میان بگذارید. ممنون میشوم اگر در برنامه‌ای در مورد حزب دموکرات کردستان و خواستهای آنها چه پیش از انقلاب 57 چه پس از آن صحبت بفرمایید. در داخل کشور پیدا کردن هر آگاهی در این مورد بسیار سخت میباشد. آیا درخواست آنان خائنانه بود و آیا برخورد هر رژیم با آنها درست بود؟ همچنین سپاسگزار می شوم اگر در مورد حسین مکی صحبت بفرمایید. شما یه بار وعده شو دادید. بله بله. الان یه وعده دیگه می دن. شاید به بخشی از
پرسش این همیهن جواب داده بشه. راجب از دموکرات کردستان نیست. چهارشنبه آینده 21 آذر و من میخوام راجب ماجرای آذربایجان و فرقه دموکرات صحبت کنم و بنابراین گوشه هم خواهم زد به ماجراهای گروه ها و احزاب قومی. ولی اینجور که ایشون خواستن حتما یه برنامه ویژه یادداشت کردم. اجازه بدین اسمشون رو بگم اگر خواستن. نمیدونم اسمی اسمشون نرسد. دو دقیقه مونده. آقای امینی، جناب آقای امینی و جناب آقای مهری، با درود و سپاس از برنامه‌های پرتوان خود درباره تاریخ ایران، اگر امکان دارد به سه پرسش این جانب درباره نوشته‌های احمد کسروی پاسخ دهید. یک، کسروی نظر خوبی نسبت به جناب داور ندارد و او را در توصیف روزگار خود در دادگستری کم و بیش فاسد جلوه می‌دهد، در حالی که بسیاری از مفسرین ایرانی داور را از مؤثرترین بنیانگذاران دادگستری نوین ایران می‌دانند. آیا توضیحی برای این تضاد در قضاوت وجود دارد؟ دو، کسروی به اختصار از بروز گروهی مذهبی در دوران قاجار در آذربایجان حکایت می‌کند که به دختران و زنان تعرض می‌کرده و در آنها بریدگی سینه و نقص عضو ایجاد می‌کردند. نه خیر، اون مذهبی نبودند. اینها کردهای شکاک بودند که راجع به اسماعیل آقای سیمکو صحبت می‌کنه، شورش اسماعیل آقا سیمکو و کارهایی که اونها می‌کردند. درگیری های قومی بود، درگیری های ایلیاتی بود. بعدش گفته که آیا اینا همان انتظاریون بودن؟ نه خیر، انتظاریون اصلا درگیر در مسائل خشونت آمیز نمی شدن. اینا هنوز هم هستن، نزدیک قزوین الان یه جایی دارن رفتن، هنوز منتظر. پس اینا کی بودن فرمودی؟ این گروهی که کسروی در مورد بریدن سینه ها صحبت میکنه، اینها کسروی به دعوای شیعه سنی اشاره میکنه، میگه این حرف هایی که شیعه ها می زدن علیه اهل سنت باعث می شد که اهل سنت هم وقتی می توانستند رفتاری با شیعه ها بکنند این گونه چیزها به وجود می آمد. اشاره می کنه به شورش اسماعیل آقا سیمکو که اونها در واقع در برخی بخش های از آذربایجان در جنگ با آذربایجانی ها سینه های زنان رو می بریدند و خیلی جنایات دیگری می کردند. البته برخی از گروه های کرد منکر این رویدادها هستند و به کسروی خورده میگیرند در این زمینه. سوم، کسروی همچنین از مشمع کردن بابیان بله و گرداندن آنان در شهر بله در دوران ناصرالدین شاه سخن میگوید. شدت و حدت آن عمل چه بوده؟ خیلی جدی بود. این آیا این عمل را با فرد زنده انجام میدادند؟ بله، این رو در مورد دو نفر به ویژه اشاره خواهم کرد در یه برنامه ای. در مورد دو نفر در تهران کردن بله، این ماجرای دردناکی است در تهران، شماجین کردن اینها رو و میگردوندن بله. خب خیلی ممنون، دستون درد نکنه. شب و روزتون خوش. سپاسگزارم از همیهنانی که به این برنامه توجه کردن و توجه خواهند کرد و با سپاس از کارگردان عزیز برنامه. سپاسگزارم.